پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای وضعیت وخیم زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شد. این اقدام نخستین گام جدی یک نهاد بین المللی برای جرم‌انگاری این پدیده در سطح جهانی است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. پارلمان اروپا روز گذشته با تصویب قطعنامه‌ای به شدت از وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان انتقاد کرد و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شد. این قطعنامه با اشاره به تصویب قوانین محدود کننده طالبان به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد که این قوانین زنان را به طور عملی از زندگی اجتماعی و عمومی حذف کرده و آنان را از حقوق اساسی خود محروم کرده است. پارلمان اروپا در این قطعنامه نگرانی عمیق خود را نسبت به محرومیت زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال و مشارکت در عرصه‌های عمومی ابراز کرده و به مواردی همچون ازدواج اجباری، خشونت جنسی، شلاق زنی و سنگسار اشاره کرده است. این نهاد خواستار ایجاد سازوکاری تحقیقاتی از سوی سازمان ملل برای بررسی اقدامات طالبان در نقض حقوق زنان شد. همچنین در این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده است که از دادگاه کیفری بین المللی ICC درخواست کند تا آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. پارلمان اروپا با انتقاد از کشورهایی که در حال عادی سازی روابط با طالبان هستند خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه این گروه شد. این اقدام پارلمان اروپا به عنوان یک گام جدی در حمایت از حقوق زنان افغانستان و مقابله با سیاست‌های زن ستیزانه طالبان مورد استقبال گسترده فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. حبیب احمدی پژوهشگر دینی و فعال سیاسی از لندن پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای احمدی سلام، با توجه به تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در محکومیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان، به نظر شما چرا تاکنون نهادهای بین المللی در به رسمیت شناختن این جنایت تعلل کردند و آیا این اقدام می تواند تغییر واقعی در وضعیت زنان افغانستان ایجاد کند؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود، خسته نباشید. شما خدمت شما و بینندگان عزیزتان با تشکر از این به ما فرصت دادیم. خب متاسفانه جامعه جهانی، هر کشورها سالها هست که در مورد افغانستان پلیسی یا یک برنامه مشخصی را دنبال نمی کنند. خیلی از کشورها، تقریباً کشورهایی که مسبب قطعنامه یا رابط های قطر بودن که در اونجا برنامه‌ای که طالبان رو دوباره به قدرت آوردن، اینا در شریک جرمن در افغانستان، شریک اینا مسبب وضعیت ظاهری افغانستان هستن، خصوصا حقوق اقلیت ها و خانم ها. اما ای که جامعه کشورهای اروپایی اقدام کردن کار خوبی هست، بالاخره کمی در هست اما بازم خوبه. اینا یک روزنه خیلی کمی ولی باز هم روزنه هست، برای روزنه امیدی که برای جامعه خانم های افغانستان ایجاد میشن، اینکه اینا فراموش نشدن، جامعه جهانی هنوز هم به فکر اینها هستن. و همچنان در کنار بر تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا، خب در افغانستان هم شرایط طوری هست که امیدهای در دراز مدت به نظر میرسه که افغانستان طالبان نمیتونن در دراز مدت جناب احمدی هستن ادامه بدن. تصویب این قطعنامه از سوی پارلمان اروپا چه پیامی برای کشورهایی که در حال عادی سازی روابط با طالبان هستند داره و چه تأثیری بر مواضع آنها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواهد گذاشت؟ خب با تأسف کشورها
منافع ملی خودشون رو اول دنبال میکنن، خصوصا کسانی که مواشات با طالبان دارن، اونا دنبال کنترل وضعیت در افغانستان هستن، دنبال حداقل کردن ضررهایی که از سوی طالب به اونا قرار برسه یا میتونه برسه، اونا رو میخواد منیمایز کنه یا به حداقل برسونن. اما خب طبعا خب نمیتونه از جامعه، هیچ کشوری نمیتونه از جامعه جهانی جدا باشه. خب باید اونا هم پولیسیشن رو مشخصا در مقابل در اقتبال طالبان، حقوق اقلیت ها، حقوق مذاهب، حقوق خانم ها باید مشخص کنن و باید به طالبان اینه برسنن که در مورد حقوق خانم ها و حقوق اقلیت ها نمیشه اینا رو با اینا مماشات کرد. و این متاسفانه خب جامعه جهانی یکی به همدیگه نگاه میکنه که اول چرا بکنه، همچنانه که در پروسه صلح اینجوری بودن، خب به نتیجه نرسید، آخرش هم وضعیت کنونی هست. اگر قرار به بین مشات کنن یکی به همدیگه نگاه کنه که اول باید چرا کنه، هیچی شروع نمیکنه، آخرش این هم به نتیجه نمیرسه. خب باید بالاخره هر که وظیفه انسانی، وظیفه همسایه‌داری، وظیفه حکومت داریشان هستن، بله، بالاخره باید با حقوق بشر، با حقوق خانم ها، با حقوق اقلیت ها مماشات نکنن. و اینا در آینده افغانستان، اگر کشور همسایه ای، اگر کشور دوستی میخوان در آینده افغانستان با با ملت افغانستان، با مردم افغانستان رابطه نیک و حسنه داشته باشن، مردم افغانستان این روزها رو فراموش نمیکنن. بله ممنونم، هر کشور اگر خواهد. ممنونم، با تشکر از حبیب احمدی، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.